قراره با هم بریم جنوب ایران، بریم هرمزگان، بریم بندر عباس، بریم اهواز، مسجد سلیمان، پیش عرب‌های نازنین ایرانیمون که این دستور خوشمزه رو در خیلی از ایام سال مخصوصا در ایام ماه رمضان درست میکنن و بسیار هم لذیذ و دلپذیر. عزیزان باورم کنید یک دسر شیرین و بسیار ساده به نام لگیمات. حالا بریم با هم لگیمات رو درست کنیم. اینجا 325 گرم آرد مخصوص قنادی دارم، آرد سفید، 30 گرم نشاسته ذرت، 20 گرم شیر خشک مخصوص آشپزی. عزیزان این شیر خشک با شیر خشک بچه فرق میکنه. یک نیشگون نمک بهش اضافه میکنم، یکی از بهترین رسیپی ها رو دارم بهتون میگم که اگه درست کنید خواهید دید که چقدر این رسیپی عالی و خوشمزه است. تمام این مواد خشک رو با هم دیگه یا الک کنید یا اینکه مثل من توی این ظرف بریزید و به هم بزنید. خب حالا این مواد رو میذارم کنار و اینجا 4 گرم مایه خمیر ترش دارم، مایه خمیر ترش فوری من دارم استفاده میکنم. به علاوه یک قاشق غذاخوری شکر بهش اضافه میکنم، میتونید یک قاشق چای خوری هم بریزید ولی من یک قاشق غذاخوری بهش شکر اضافه میکنم. خب حالا نیازی که به این مایه خمیر و شکر آب اضافه کنم، حدود 100 میلی لیتر بهش آب اضافه میکنم. حتما بایستی آب ولرم بهش اضافه کنید دوستان عزیز. و کاملا مایه خمیر و شکر و آب رو با هم حل میکنم. و اگر شما دارید از مایه خمیر معمولی استفاده میکنید بهتره یه 10 دقیقه مایه خمیرتون رو بذارید کنار تا آماس کنه. و حالا 2 قاشق غذاخوری من دارم از روغن آووکادو استفاده میکنم، شما از هر روغنی مایل هستید استفاده کنید. 2 قاشق غذاخوری بهش روغن مایه اضافه کردم. و حالا 4 گرم بیکینگ پودر بایستی بهش اضافه کنم به این مواد خشکمون. کاملا مواد خشک رو با هم مخلوط میکنم و حالا مایه خمیر ترش و شکر رو بهش اضافه میکنم. و مجدداً نیاز به ترازو دارم تا بهش آب مورد نظر رو اضافه کنم. حالا 225 میلی لیتر بهش آب ولرم اضافه میکنم. و خوب آرد و آب رو به همراه مایه خمیر مخلوطش میکنم. اندازه 1/4 قاشق چای خوری بهش وانیل اسانس من اضافه کردم، شما اگر از وانیل اکسترکت استفاده میکنید 1/2 قاشق چای خوری کافیه. و حالا وانیل رو با این مواد مخلوط میکنم. به به، عجب عطر وانیلی بلند شد از این مایه. برای مدت 10 دقیقه بایستی این مواد رو هم بزنید تا صاف و یه دست بشه. بهتره که این کار رو با دست انجام بدید
چرا که به نظرم کار راحت تر و بهتر انجام میشه. حالا با اجازتون من این کار رو با دست انجام میدم تا خمیر من آماده بشه. حتما دستتون رو بشورید و بعد این مایه رو به این صورت هم بزنید. میدونم خیلی از شما دوستان میدونید من وظیفمه به خاطر اینکه دارم آموزش میدم این مطلب رو یادآور بشم. یک مقدار شاید برای بعضی ها سخت باشه که خمیر رو بخوان با دست بزنن، میتونن با همزن هم این کار رو انجام بدن. بسیار خوب، خمیر به نظرم الان دیگه یه جورایی آماده است. من دستم رو بشورم و بعد بهتون بگم که باید چه کار کنید. بسیار خوب، دور ظرف رو کاملا تمیز میکنم. و حالا بایستی خمیر رو برای استراحت بذارم. به مدت یک ساعت تا یک ساعت و نیم خمیر بایستی استراحت کنه. روی ظرف رو یا با کلینگ فیلم یا با یه بشقابی بپوشونید و مدت یک ساعت تا یک ساعت و نیم بذارید بمونه تا کاملاً خمیر ور بیاد و برسه. پس خمیر ما استراحت میکنه تا یک ساعت یا یک ساعت و نیم دیگه مجدداً با هم خواهیم بود. برای شهر ما نیاز به 350 گرم شکر داریم و 160 میلی لیتر آب. اندازه یک چهارم قاشق چای خوری دارم جوهر لیمو استفاده میکنم. شما اگر جوهر لیمو ندارید میتونید از آب لیموی ترش استفاده کنید. و به خاطر اینکه شهد من یه طعم خوشمزه تری بگیره و براق‌تر بشه من از یک قاشق غذاخوری عسل اصل دارم استفاده میکنم. این باعث میشه که شهد من هم خوشطعم‌تر بشه و همین که براق‌تر. اگر شما ندارید میتونید از گلوکوز استفاده کنید یا اینکه حتی میتونید هیچی بهش اضافه نکنید، به صورت ساده بذارید آب و شکر بجوشه و مطمئن باشید خیلی هم خوب میشه. و حالا اجاق رو روشن میکنم، حرارت متوسط رو به پایین، تقریبا خیلی پایین تقریبا. و حالا 5 عدد هل رو، هل سبز رو بهش اضافه میکنم و میذارم که آب به جوش بیاد. دوستان عزیز تا زمانی که شهد شما به جوش نیومده و شکر خودش در این آب ذوب نشده اصلا قاشق به شهد نزنید و آب و شکر رو هم نزنید، چرا که باعث میشه شهد شما شکرک بزنه و یه شهد خوبی نداشته باشید. پس اصلاً آب و شکر رو هم نمیزنید و اجازه بدید که به جوش بیاد. وقتی که به جوش اومد بهتون میگم چه کنید تا یک شهد بسیار خوب و با قوام و خوش رنگ داشته باشید. بسیار خوب دوستان عزیز، همونطور که مشاهده میکنید شهد شروع کرده به جوشیدن. این کف‌های روی شهد رو زمانی که عسل اضافه میکنید بر ندارید، چرا که این خود عسل هستش که به این شکله و با جوشیدن از بین میره. از این لحظه شما میتونید با قاشق شهد رو هم بزنید، فقط مراقب باشید که به دیوارهای ظرف شما زیاد مالیده نشه، چرا که باعث شکرک زدن میشه. حالا اندازه یک چهارم پیمانه یا نهایتاً 3 قاشق غذاخوری بهش گلاب اضافه میکنم. دقت کنید دوستان عزیز، شهد من از جوش افتاد چرا که گلاب رو بهش اضافه کردم. حالا صبر میکنم
مجدداً به نقطه جوش برسه. از زمانی که به نقطه جوش رسید به مدت 10 دقیقه اجازه میدم شهد بجوشه و بعد حرارت رو خاموش میکنم و یک شهد بسیار خوب و با قوام داریم. بسیار خوب، ببینید روی شهد رو نگاه کنید دوستان عزیز، چه حباب های ریزی داره میزنه. الان دقیقاً 10 دقیقه است که شهد میجوشه و حباب ها به این صورت ریز و کنار هم قرار گرفته، یعنی که شهد من آماده است و من اجاق رو خاموش میکنم. بسیار خوب دوستان عزیز، الان مدت 1 ساعتی هست که این خمیر اینجا استراحت کرده. خمیر رو یک مقدار هم میزنم و گاز و هوایی که وارد خمیر شده رو میگیرم. ببینید خمیر بایستی به این شکل باشه. خب حالا بریم سر اجاق گاز. همینطور که مشاهده میکنید من در یک ظرف کوچیک یک مقدار روغن ریختم، چرا که میخوام روغن کمتری مصرف بشه و درسته که دفعات بیشتری بایستی این مایه رو سرخ کنم، ولی خوبیش اینه که روغن کمتر مصرف میشه و من سعی میکنم با قاشق این کار رو انجام بدم. قاشق رو بزنید داخل روغن و کم کم ازش بردارید. حالا شکلش گردم نشد اشکال نداره، ولی اگر مایل هستید شکلش گرد بشه میتونید با قیف این کار رو انجام بدید. روغن بایستی خیلی داغ باشه تا کاملا اینها پف کنند و بیان بالا. سعی کنید که دو طرفشون سرخ بشه، چرا که یک طرف زمانی که سرخ میشه اون یکی طرف سنگین میشه و برگردوندنش یک مقدار راحت نیست. سعی کنید به همین صورت هم بزنیدشون و سرخشون کنید. خب این یکی آماده شده. به خاطر اینکه گرد از آب در بیاد بهتر با انگشتتون به این صورت کمک کنید تا یک مقدار قیافش گردتر بشه. ولی اگر شما مایل هستید که گرد بشه میتونید داخل قیف یا بطری بریزید و به صورت گرد اون وقت بریده میشه. شایدم الان یک بخشیشو براتون با همون حالت سنتیش انجام بدم که ببینید. سعی کنید روغن رو روی لگیمات ها به این صورت با قاشق بریزید، اینطوری یک بخشی از روی هم سرخ میشه و زیر و رو کردنش راحت تره، چرا که وقتی یک طرفی سرخ میشه سنگین میشه و دیگه ببینید راحت بر نمیگرده. خب به خاطر اینکه شما عزیزان اون حالت سنتیش رو هم ببینید با دست میخوام براتون درست کنم تا ببینید. یک بخشی از خمیر رو تو دستتون میگیرید، قاشق رو میزنید داخل روغن و به این صورت قاشق قاشق از خمیر بر میدارید و درون روغن سرخ میکنید. این مدل همینطور که مشاهده میکنید راحت تر هستش، فقط شاید بعضی دوست نداشته باشن با دستشون بخوان خمیر رو ببرن و
به این صورت سرخش کنن شاید بهتره از قیب یا همون روش قاشق قاشقی که بهتون نشون دادم استفاده کنید. دیگه سلیقه خودتونه. من هر دو روش رو بهتون نشون دادم، بستگی به خودتون داره که با کدوم روش راحت تر باشید. اگر صادقانه بخوام بهتون بگم این روش دست بسیار راحته، ولی تنها مسئله‌ای که داره همینه دیگه، دستتون آغشته میشه به خمیر. ببینید چه خوش قیافه میشن، خیلی خوشمزن، باور کنید. توی صافی هم بریزید تا روغن اضافیش گرفته بشه. طعمی بین گوشویل و بامیه داره. بسیار خوب دوستان عزیز، من سعی میکنم بقیه این خمیر رو هم سرخ کنم و در انتها آماده شده این خوشمزه ها رو بهتون نشون بدم. تا زمانی که خودش نیومده بالای روغن به حالت شناور بمونه لطفا قاشق نزنید، چرا که میتونه از همدیگه باز بشه و بترکه. بسیار خوب دوستان عزیز، همینطور که مشاهده میکنید لگیمات ها سرخ شد، توی این صافی ریخته بودم تا روغن اضافیش هم گرفته بشه. این هم شهد هستش که آماده است. ببینید غلظت شهد رو، مثل عسل میمونه، خنک شده کاملا و میریزم روی این خوشمزه ها تا کاملا شیرین و لذیذ بشن. لگیمات جنوبی ها آماده شد. نمیدونید چقدر خوشمزه است. ببینید عزیزان، بسیار خوش رنگ، خوش قیافه و از همه مهمتر خوشمزه. عرب های ایرانی عزیز، ببینید شما چه دستورات خوشمزه‌ای دارید. جنوبیای نازنینمون، بندر عباسی ها، مسجد سلیمانی ها، هرمزگانی ها، دستتون درد نکنه با این رسیپی ناب و خوشمزه‌ای که داری. بسیار شکیله و بسیار خوشرنگ. دوستان عزیز حتما امتحان کنید، بهتون قول میدم خیلی خوشتون بیاد. حالا با اجازتون من یه دونه از این خوشمزه ها رو مزه کنم. ببینید شبیه به دم عقربه، اصلا کلن شبیه به عقرب شده. به خاطر اینه بهتون میگم زیاد حساسیت نداشته باشید برای اینکه حتما حتما گرد بشه. اتفاقا زمانی که شکل طبیعی خودش رو پیدا میکنه توی روغن، هم شکیل تر میشه و هم بچه ها و خودتون موقع خوردن یک مقدار فکر میکنید این شبیه به کدوم حیوانه. این که شبیه به عقربه. به سلامتی خودم و خودتون. خدای من چقدر خوشمزه است. خدای من گواهه خیلی خوشمزه است. یعنی طعمی بین گوشفیل و بامیه، نمیدونید چیه، خیلی لذیذه. این یکی رو حالا بخورم که به نظرم خیلی خوشمزه باشه. راستی فکر میکنید این شبیه به چیه؟ به نظر من میتونه شبیه به کرم ابریشم باشه، نمیدونم. نظرتون رو بنویسید ببینم شما چی فکر میکنید. خدای من اگه همه اینا رو بخورم که خدا میدونه وزنم کجا برسه. دیروز حلوا، امروز لگیمات. خیلی خوشمزه است دیگه. درست کنید، درست کنید، پشیمون نمیشید. هم با چایی، هم با قهوه و حتی خالی خالیش هم مزه میده، باور کنید خیلی خوشمزه است. دست جنوبیای عزیزمون درد نکنه. زنده باد خوزستان، زنده باد ایرانی های عزیزمون و مرسی عرب های ایران نازنینمون که همراه ایران زمین هستید. مرسی، مرسی عزیزان. باور بفرمایید دوستان عزیز،
این رسیپی بسیار رسیپی درستی هست، حتما امتحانش کنید و بهتون قول میدم یکی از بهترین لگیمات ها رو درست کنید. اگر از این دستور خوشتون اومد، اگر این ویدیو رو دوست داشتید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، از بازارچه آگهی ها دیدن کنید و کانال رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا برنامه بعد و یک دستور غذایی خوشمزه دیگه، شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. منم برم حساب اینا رو برسم که اینقدر خوشمزه هم.